درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً علاوه بر لایک و کامنت های پر از مهرتون، یک کامنت انگلیسی حتی یک اوکی اضافه کنید تا یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. زنگوله رو هم فعال کنید. سپاس. کشیش ها و راهبه ها میتونن شراب بخورن ولی نباید ازدواج کنن و طلاق بگیرن. مسلمانان و روحانیون مسلمان اما نمیتونن شراب بخورن ولی میتونن چندین زن بگیرن و بارها شوهر کنن و طلاق بگیرن و دوباره اقدام به ازدواج کنن و همگی هم میگن فرمان خداست و فرمان خدا درست و غیر قابل تغییره. انصافاً این حجم از اختلاف در دستورات الهی ادیان زمین ساز و ریشه های قتل و غارت و کشتار و تباهی انسان ها به خاطر خوشنودی خدا از اجرای فرامین آسمانی نیست؟ در یک جامعه اگر مردم از اخلاق خوب برخوردار نبودن، اگر فساد در میان مردم رواج داشت، اگر مردم تعلیم و تربیت را درک نکردند، اگر سطح سواد در میان مردم پایین و ساقط بود، اگر رشد و آگاهی سیاسی به قدر لازم در مردم نبود، مردم اون جامعه رو نمیشه ملامت کرد. حکومت‌های اون جامعه رو باید ملامت کرد. زمامدارانی که سررشته ثروت‌های مادی و معنوی دست اونهاست باید مورد شماتت و مؤاخذه و عقوبت قرار بگیرن. برای اینکه بدونیم در اعماق مغز خامنه ای چه میگذره، باید این حدیث ها رو بدونیم. دوست پیری از مشهد تعریف میکنه که در ایام نوجوانی یک همکلاسی داشتم که پدرش یکی از روحانیون مشهور بود و کلن از خانواده بسیار مذهبی برمیخواست. بر حسب اتفاق او رو در حال انجام عملی یافتم که از نظر مذهبی گناه بزرگی محسوب میشد، آن هم از دید نوجوانان، و چون از او پرسیدم که چگونه ممکنه او به عنوان یک فرد مذهبی به چنین گناهی دست بزنه، او در پاسخ گفته بعد از هر گناه من فلان حدیث رو 40 بار میخونم و گناهم پاک میشه. این اتفاق یکی از اولین جرقه هایی بود که در ذهن من زده شد تا به حقانیت دین اسلام شک کنم و با دیده راستی آزمایی به اون بنگرم. به راستی چگونه ممکنه که یک فرد مذهبی به هر گناهی دست بزنه؟ شاید این سوال بارها در ذهن شما جرقه زده باشه. چگونه است که آخوندهایی مانند خامنه ای یا دیگر روحانیون حاکم بر رژیم این چنین جنایت میکنن و خون مردم رو میریزن؟ خصوصا وقتی که میبینیم بسیاری از این جنایت ها مثلا دستور به تجاوز به زندانیان سیاسی در کهریزک حتی با دستورات اسلامی نیز در تناقض و گناه بزرگی محسوب میشه. یا مثلا چگونه است که برخی از افراد مذهبی و حاضر در رژیم به هر جنایتی دست میزنن اما حتما برای نماز جمعه حاضر میشن؟ برای یافتن پاسخ باید دنیا رو از دریچه چشم خامنه ای و دیگر حاکمان این رژیم اسلامی دید. همانطوری که میدونید حدیث های پیامبر نزد مسلمانان بسیار معتبره و دست کمی از خود قرآن نداره. در این حدیث میبینیم که چنین افرادی تصور میکنن تنها با زدن عطر و شرکت در مراسم نماز جمعه تمامی گناهانی که در هفته گذشته انجام دادن بخشیده میشه. یه چیزی گیر من و شما بیاد. حضرت علی مرتضی اومده ما چیز دار بشیم. زهرا به این دنیا منتقل شد، یه چیزی گیر من و شما بیاد، نه تنها من و شما، تمام عوالم وجود. حالا سلمان فارسی روایت میکنه که پیامبر گفته هر کس روز جمعه غسل کنه و حتی المقدور خودش رو پاکیزه نماید و از روغن یا مواد خوشبویی که در اختیار دارد استفاده کند، سپس برای نماز جمعه برود و در مسجد نیز از روی شانه های مردم عبور نکند و آنچه برایش مقدور شده است نماز بخواند و با دقت و رعایت سکوت به خطبه امام گوش فرادهد، تمام گناهانش از جمعه قبل تا این جمعه بخشیده خواهد شد. بخاری آیه 883.
این حدیث معتبر تنها یک نمونه است. ده ها نمونه از احادیث این چنینی وجود داره. احادیثی که هر کدوم به تنهایی میتونه توجیهگر صدها جنایت باشه. نکته وحشتناک ماجرا اینجاست که تعالیم دینی میتونه باعث بشه این اشخاص دیگه عذاب وجدانی نداشته باشن. مثلا هنگام شکنجه دادن یک زندانی سیاسی دیگه حتی عذاب وجدان هم جلوی اعمال اونها رو نمیگیره، چرا که از یک طرف تصور میکنن باید دستورات الله رو انجام بدن و عذاب وجدانی ندارن و از طرف دیگه حتی همان دستورات الله رو نیز میتونن زیر پا بذارن. باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. علی خامنه ای فرزند جواد خامنه ای روحانی ترک زبانیه که مشهد رو برای زندگی برگزیده بود و امام جماعت مسجد ترک ها بود. جواد خامنه ای اگرچه مخالف نحوه برخورد شاه با روحانیون بود، اما از فعالیت سیاسی پرهیز میکرد و نشست و برخاست پسرش رو با سیاسیون و روشنفکران تایید نمیکرد. عمه جواد خامنه ای همسر محمد خیابانی روحانی مبارز دوره مشروطه بود. مادر علی خامنه ای خدیجه میردامادیه. خجسته همسر خامنه ای الدنگ، خواهر حسن خجسته باقرزاده است که پیشتر معاون رادیو تلویزیون در امور صدا بود و بعد نائب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه و معاون نظارت و برنامه ریزی رادیو و تلویزیون ایران شد. همسر خامنه ای در هیچ مراسم رسمی سیاسی حاضر نمیشه و تا کنون حتی تصویری هم از او منتشر نشده. چهره او آنقدر ناشناخته است که به گزارش رسانه های ایران حتی در زمان بستری شدن یک هفتهی او در بیمارستان قلب، پرستاران و دکتران نمیدونستن او همسر رهبر الدنگ ایرانه. خامنه ای 6 فرزند داره و نام فرزندان پسرش سید مصطفی، مشتبه، مسعود، میسمه. و اما برادرای خامنه ای، محمد برادر بزرگ علی خامنه ایه. او عضو مجلس خبرگان رهبری بوده و در حال حاضر ریاست بنیاد صدرا رو بر عهده داره. محمد خامنه ای که در سالهای ریاست جمهوری علی خامنه ای نماینده مجلس بود و یکی از افرادی بود که به میرحسین موسوی رأی عدم اعتماد داد، رأیی که به رأی 99 نفر مشهور شد. و اما هادی برادر کوچک خامنه ایه و دبیر کل مجمع نیروهای خط امامه. او بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 از معترضان حمایت کرد و حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو کاری بیهوده دونست. او چندین دوره نماینده مجلس بوده و خودش رو اصلاح طلب سنتی میدونه. هادی خامنه ای صاحب امتیاز روزنامه‌های جهان اسلام و حیات نو بود که هر دو توقیف شدن. و اما حسن برادر دیگه خامنه ایه که سالها مسئول هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفته. رهبر نه خیلیشون دانشگاه. چند سال قبل ازش از خدمتتون پرسم که شبکه تلویزیون گزارش رو منتشر کرد که به مناسبت سالگرد دانشگاه پاتریس لومونبا در مسکو بود و در اونجا ذکر کردش که در شمار برای فارغ التحصیلان غیر روسی تأسیس شده بود نام آقای خامنه ای ذکر شده، که ابتدا گفتن که منظور احتمالاً شخصی هستش که منظور آقا هستش، منظور رهبری هستش، بعد گفتن که خب شاید ایشون نباشه و یکی دیگر از برادران باشه.
شما چند چیز رو در خاطر دارید که برادران روسیه تشریف برده باشن دانشگاه پاتریس من باشن؟ ندارم، خودم که تا به حال اصلا اونجا مسافرت نکردم. یه ممکنه زیاد باشه از این خامنه ای ها، چون خب بخشی از کسانی به روسیه رفتن و با شوروی اونا هم کاری داشتن، مثل طالبوف امثال اینا خامنه ای بودن، میدونید که اهل خامنه بودن. خب البته من تصور میکنم که طالبوف و اینها نمیتونه هستشن، خیلی خیلی فاصله دارن. اما میرسیم به در دور مشروطیت این دانشگاه نبوده است اونجا. اینجوری که دارن آمار میدن صحبت دهه 50 ها، یعنی یک نفری در دهه 50 رفته و اونجا و پسفند نامش خامنه ای بوده و به همین جهت چند سال پیش که فلاحیان در خطر محاکمه بود گفت که پرونده از بسیاری از افراد داره و سپس رهاش کردن و حتی دوباره مقام گرفت. و شیخ حیدر مصلحی احمق نیز مثل مصباح مشهور به لواط در طول سالهای دراز در حوزه هستند. چرا کسی نگفت رفسنجانی یا روحانی یا لاریجانی همچین سوابقی داشتن؟ در بین پیران مشهد نیز خامنه ای شناخته شده است. در ضمن زمان رژیم قبلی نیز همسر مصباح به آخوند گلپایگانی که مرجع تقلید بود شکایت کرد که مصباح یزدی مرتب مشغول لواط با طلبه های جوانه. گلپایگانی نیز تهدید کرد که اگر مصباح دست بر نداره دستور میده که برخلاف قانون آن زمان مصباح رو در بازار قم شلاق بزنند. و اما خامنه ای در جوانی در حوزه مشهد نه تنها ادعای روشنفکر بازی داشت، بلکه قبل از اینکه با خانمی خواننده آشنا و صیغه بشه و همچنین دلال وی با چند نفر طلبه های حوزه مشهد روابط جنسی داشته. چند نفر از آگاهان این جریان تا حالا کشته شدن و چند نفر پیرمرد نیز از ترس پناهنده خارج از کشور شدن. رفسنجانی در اول تأسیس سلطنت آخوندی پرونده های خامنه ای در ساواک و به خصوص دادگستری رژیم قبلی در خراسان رو که اشاره به این همجنسگرایی داشت رو جمع آوری کرد. رفسنجانی بسیار پرونده از خامنه ای داشت. پسرش مهدی در خارج نیز اسکن بسیاری از پرونده ها رو به عنوان بیمه خانوادگی داره. شیخ علی تهرانی معروف شوهر خواهر خامنه ای نیز قبل از فرار از رژیم نیز سر همین جریان مغضوب خامنه ای و رفسنجانی شد، چرا که میخواست به خمینی برسونه که خامنه ای لواطکار صلاحیت اقامه نماز جمعه در تهران رو نداره. خمینی نیز دستور تحقیق پرونده خامنه ای رو داد ولی چیزی پیدا نکرد، چون رفسنجانی همه رو برده بود. این آخوندها و سرانی که در حکومت باقی ماندن همه از هم پرونده دارن و برای همین زندن. من رو خواهش میکنم از خودم که حضور مبارکتون که بعد از اینکه خامنه ای از زندان اومد بیرون قول معروف بچه نیمه سردارهایی شده بود و تقریبا هم ازش خبری نبود. در مورد مسئله داستان پاتریسکو بعد این دانشگاه دانشکده یا دانشگاه پاتریسکو و غیره اصلا مسئله کاملا درسته، من عمدن دست بزنم روی خامنه ای، بلکه بسیاری از آخوندها میرفتن از طریق اشقابات میرفتن به روسیه و در اونجا یکی از اونها مثلا آقای محمدی گیلانی بود. اینها رو اداره کل هشتم خبر داشت، گزارش میداد که اینها یا خدا رفتن روسیه. این عکس متعلق به روز قبل از فراره که خامنه ای و سید جواد فضل الله در کنار یک مأمور لباس شخصی کاگبه و حزب توده که هماهنگی سفر با مقامات شوروی رو بر عهده داشت دیده میشن. این عکس در باغی که این دو پیش از سفر در اون مخفی بودن گرفته شده. و اینا رفته بودن اونجا بوده میدیدن یواشکی که میرفت، البته نه که با پاسپورت هم میزاده پنهانی قاچاقی میرفتن و بوده پنهانی قاچاقی هم بند میگشتن و بعضا اطرف داره کنه هشتان هم تسکیر میشدن ولی اونها گفتن نه موگیم به حال تحصیل میکردن. تا علی خامنه ای رهبر جنایتکار فرقه اشغالگر آخوندی جاسوس روسیه و تربیت شده سازمان جاسوسی کاگبه است. احمد فراستی از مدیران ارشد و رده بالای سازمان امنیت کشوری ساواک در پاسخ به سؤالی که آیا علی خامنه ای رهبر کنونی حکومت اشغالگر آخوندی تحصیل کرده سازمان جاسوسی شوروی سابق هست میگه بله، نه تنها علی خامنه ای و یکی دیگر از دوستانش آخوند محتشمی پور
بلکه بسیاری دیگر از آخوندها به روسیه می رفتن و تحت آموزش های کاگبه قرار می گرفتن. زمانی که این گزارش داده شد، کسی که تایید کرد این به اصطلاح وجود خامنه ای رو رهبر امروز عباس، رهبر امروز فلسطینی است که ایشون با آقای خامنه همکلاس بودن، هم توی یک جا قرار داشتن، هم دیگر دیده بودن. آقای خامنه هم مقداری عربی میدونه و هم عربی مقداری که شنا خوب بدونه نمیدونه، آقای عربی صحبت میکردن با هم و آقای عباس که هم رهبر فلسطین هست، ایشون هم در یک جایی در یک روزنامه عربی من ترجمهش رو خوندم، بلد نیستم، در ترجمه من خوندم دیدم که نوشته بله خامنه‌ای هم با من در اونجا داشت. اما مهمترین سند و مدارک برای ما ایرانیان همین گوش به فرمان بودن خامنه‌ای و باقی سران این حکومت از پوتین و روسیه است که هیچ شک و شبهه‌ای در خیانت این عنصر مزدور روس‌ها به ایران و ایرانی وجود نداره. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.